بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه هست، اول خرداد ماه 1401، جلسه فکر میکنم 23 باشه، 23 درسه روش عناصر محدود در خدمت عزیزان هستیم. برای مهمه کجا هستیم؟ کامنتی ملاحظه‌ای در رابطه با پیام ارسالی برای آقای ردی دو سال قبل و پاسخش و چیزی داری؟ آقای من نیستی فقط مراجع هم که دریافت کرد یک مرجع روی فرمزده متودندینی شوال برای پرابلم بود، یک مرجع هم روی فرند فلمنتن باوندری برمی پرابلم، یک مثلا فکرم تو امتحان هم داده بود این مثلا حل شده بود رو و عملا فرصت می دیدن که اون رو هم یه نگاهی بکن. ما به خاطر این که دوست داریم یه مقداری توی یه عرصه‌ای که درمای قبل هم ورود نداشتیم ورود بکنیم، من این مبحث رو امروز دیگه بهش نمی پردازم، مسائل یک بودی رو باز توی ترانزیت پرابلم معادل مسائل ناماندگار هم که رسیدیم باز یک ورود خواهم داشت. خب بالاخره خودتونم می دونید توی این پیامی که رد و بدل شده چند جا شماره صفحه کتاب آقای ردی اومده و خب آدم یه ارجاع به یه صفحه داده، یک ادعایی کرده و یه تناقضی برخورد کرده. آیا شما همین تناقض تجربه میکنید یا اینکه میپرید از روش؟ food for further key thoughts، غذا برای فکر بیشتر. امروز میخوام وارد مسائل دوبعدی بشیم تحت عنوان شاید یه رودمپی هم از کورس بدیم که این مباحث که باقی مونده چیا هست و عمدتاً یه ذهنیتی هم داشته باشید نسبت به این مباحث. چهار تا مطلب باقی مونده: مسائل دوبعدی، مسائل ناماندگار، مسائل غیرخطی و فینیشینگ تاچز. اون فینیشینگ تاچز خیلی اهمیت داره، اهمیتش از این نظر هست که عملا یه مقداری با پرکتیکالیتی یعنی بود عملی پیاده سازی روش عناصر محدود ما برخورد میکنیم و مباحثی مثل اینتگریشنی که به هر دلیلی باتلنک هست برای دوستان که چجوری اینتگرال ها رو در نفسارهای مثل جوافیس انجام میدن، مپینگ رو چجور انجام میدن، چجوری شما یه مسئله که سیمبولیک هست حدودش اکسکتا اکستو هست رو تبدیل میکنید به این فضایی که حدود منهایی گویه میشه، این ها تحت عنوان فینیشینگ تاچز هست. یک کتاب دیگری هم هست که کالکشنتون نیست، اون رو هم به موقع خودش خدمتتون ارسال میکنم. مسائل دوبعدی، مسائل ناماندگار، مسائل غیرخطی و فینیشینگ تاچز. ببینیم صورت مسئله اینجا چیه. گیون یک معادله دیفرانسیل، حالا این عملگر دیفرانسیل در پارشل جنس پارشل هست، فی اکس و وای مساوی با f x و y، عملگر لاپلاسیان یا عملگر دیفرانسیلی جزئی هست. این عملگر دیفرانسیلی روی متغیر وابسته فی
اثر میکنه و فورسینگ فانکشن یا نان هوموجینیس ترم اف رو به ما میده و به یه سری هم شرایط مرزی معروضه، سابجکت تو باوندری کاندیشنز. خواستم چیه؟ میخوایم بریم در افسانوات دومی مقدار فی رو به دست بیاریم. نویدی که داریم برای عزیزان برای حل این مسئله تکرار آن چیزی هست که برای مسئله یک بودی داشتیم. یعنی چی؟ ما لابراسی هم روی فی ایچ اثر میکرد، اف ایچ رو میداد، به سیرم شرایط مرزی توی یک بود مرموز بود، میخواستیم بیریم فی ایچ رو به دست بیاریم. حالا تنها چیزی که اضافه شده به جایی که یک متغیر مستقل داشت باشیم دوتا متغیر مستقل. این که از سرکا خانم خودتن پرسیدم گفتم ورار بی، میخوام پاسخ شرم بدم که ورار بی ما کجا هستیم. اگر چنانچه این مسئله یک بود داشت، یعنی فی فقط تابع از ایس بود، معروضم بهش شرایط مرزی یک بودی بود و میخواستیم فی ایس به دست داریم، سه تا روی کرد رو تجربه کردیم. دقیقا این سه تا روی کردم اینجا موضوعیت داره. روی کرد اول استفاده از روش ریس رو تو کل دامنه محاسباتی بری عبدی که بگیر. البته موقعی که میگیم روش ریس یعنی دقیقا همون مسیری که گفتیم بتونیم از توی شکم این استرانفورم یه چی در بیاریم، یه برای استرانفورمیشن به دست بیاریم کل دامنه ماسفاتی. و بعد شروع کنیم approximating function or the entire domain رو معرفی کنیم، شروع کنیم استران فرم رو به برای استران فرمولیشن تبدیل بکنیم و بعد شروع کنیم رابطه ماتریس کیزر در بردار ذرایب نامعین رو کیزر دستی مساوی با F رو تولید بکنیم و ناتن حلش بکنیم و اگر خواستیم هم تطبیقش بکنیم بریم ارتقا بدیم تعداد جملات اندیترین کوفیشن. یعنی عملا اگر چنانچه بخوایم استپ وار روش ریس رو بگیم باید اینجوری عنوان بکنیم، بگیم استپ یک discretize the computational domain into an determined applicable list by the reference list. روش ریس عملا میاد یک جواب بسته به ما میده، یک جواب سمی انالیتیکال میده. چرا میگیم سمی انالیتیکال نمیگیم انالیتیکال؟ به خاطر که ما جواب را اگر چنانچه توی این مدل بذاریم افو تولید نمی کنیم، تقریبه که همه خاطر می بیسته من اسه به دو سلکت این پارامیتر اپراکسیمیتینگ فانکشن اوور دی انتایر دومین. اگر چنانچه بخوام تکرار بکنیم حرف رو که قبلا زدیم باید بگیم آن هنده شریفی حتم داشت روش؟ حتم داشت. این پارامیتر approximating function over the entire domain مساوی هست با این زیرو از فانکشن آف x و y به اضافه
summation i از یک تا n c i n i x و y. به نظر میاد آقای مطلبی تنها تفاوتی که اون داره این آرگو میدیم شیف فانکشن های با تفاوت با چی شدن؟ دو بودی شد دیگه. هیچ تفاوتی با مسائل یک بودی نداره. همون حرف هایی هم که اونجا داریم که هم صادقه، یعنی این N0 رسالتش جذب شرایط مرزی نوع اول غیر همگه، رسالت N آی جذب شرایط مرزی نوع اول همگن شده یه ناهمگن ها، اگر هم ناهمگنی که اگر هم همگنی که خودش همگن هست. این یعنی که این جذب با این نه همه هنگی با تلنه که روش ریست تو یکی بود تو دو به تو سه بود این هست که اینها یونیک نیستن، منحصر به فرد نیستن، از یک محقق به یک محقق دیگه فرق میکنن. و حتما هم همیشه سوالی که تو ذهن دوستان شکل میگیره برای انتخاب این توابع، مثل یک سوالی که جلسه قبل آقای مهندس پیرایی پرسید یا سرکار خانم صادقی پرسیدن که اگر چنانچه شرایط مرزی ما همه این نوع دوم یا نوع سوم باشن تکلیف اینا چی میشه؟ اگر روش فنفلمنت رو بخواد بگیریم اینا یونیکه، حتی اگر شرایط مرزی از نوع دوم سوم باشن، ولی اگر شرایط مرزی نوع اول دوم نوع دوم سوم باشن و روش ما ریس یا روش ما متدا بیتدیجوال باشه اینها تو هوا هستن، چون هیچ ثابته ای برای انتخابش نیست. فقط ما اگر یادتون باشه اشاره‌ای داشتیم به اینکه اینتگریشن راحت باشه، ولی اینکه چی بگیریم که بهترین نتیجه رو بگیریم از ویژگی خاص برخوردار است. چرا حالا ما چه اینجا چون مسائل یک بودی دوباره در این اشاره میکنیم؟ این سیر تکاملی هست که به فن ما انجام میده. معمولا موقع یه روش جدید به جامعه علمی معرفی میشه، این روش جدید میخواد بیاد اشکالات ابهامات و گیرهای روش قبلی رو مرتفع بکنه. ممکن آقای منشهر تو پرسه بگاه بگی اینها رو میدونی یه زب و سر فنی بله نمیده. مثلا میخوام اینجا بگیم که اینجا عملا با تعداد اینها خیلی انتخاب اینها سخت‌تر از یک بودی. تو مثلا یک بودی خب میتونستی سریع انتخاب بکنی، اینجوری دو بودی هم میشه. یعنی باید هم شرایط مرزی که روی مرزهای دامنه مواصفاتی دو بودی هست رو با اینها هانل بکنی اگر شرایط مرزی نوع اول باشه، و هم این که مسئله تون یک بودی نیست دو بودیه. استپ 3 باید بیاید استرانگ فرم تبدیل به وریشنال فرمولیشن کنیم روی کل دامنه ماسباتی. کانورت differential formulation into variational formulation over the entire domain. اگر چنانچه استان فرمون این باشه تو مدن سه باید بریم یک کنشمند استخراج کنیم که این کنشمند عمدتاً آرگومنتش یک
تابع دوبودیه و بعد این روی یک سطحی هست که کل دامنه محاسباتی رو تشکیل میده آمریکای بزرگ. بعد عملا اینجا ما اگر چنانچه بخوام ببینیم لاگرانژیان ما در حالت کلی چه آرگومنتوی داره، اکس داره، وای داره، خود فی رو داره از فانکشن آف اکس و وای، مشتق فی نسبت به اکس رو داره و مشتق فی رو نسبت به وای رو داره. البته پرواز هستیم، بستگی تام داریم میتونه به این استراتورمه چی باشه که افش این بشه، لاگرانژیانش این بشه. و بعد هم این انتگرال چون دو بودی هست ای اکس دی وای داریم. یادمون بود که تو حساب تغییرات اگر این رو به همون میدادن میگفتن بریم اولیه لاگرانژیش بنویسید، ولی لاگرانژ این میشه چی؟ این لاگرانژیانه. ولی لاگرانژش رو اگر چند چند رو بشتیم این طوری میشه. حالا توی درس فنیت المنت یا اگر میرسیدیم تو روش حساب تغییرات پایان ترم که روش های محاسباتی بود به جایی که اینو بهتون بدیم اینو میدادیم میگفتیم برید تبدیلش بکنید به این، بعد نمی‌خواهیم دوباره این رو برگردیم تبدیلش بکنیم به این، همینجا که هستی شروع بکنیم به روش محاسباتی که حالا اینجا قطعا می‌دونید دیگه چی دو میشه. این باید من بذارید داخل این مسئله حساب تغییرات این تو چی؟ حساب دیفرانسیل دیگه این آیه تابع از تابع نیست، میشه تابع از یک تعداد اندیترمین کوفیشنت سی. اگر شرایط مرزی مسئله نوع اول بود این چیزی که اینجا نوشتیم چیزی اینجا ظاهر نمیشه، ولی شرایط مرزی مسئله نوع دوم یا سوم بود یه سری ترمای اضافی هم اینجا تولید میشه روی کل دامنه محاسباتی. استدعا و خواهشم این هست که اگر چنانچه یه جای سوال براتون پیش اومد همینجا نقدن بپرسید، چون نگید حالا بعدن میکنیم بعدن سوال میکنیم. من سوالم به قسمت قبل این که فرمایید شرط مرزی نوع دوم و سوم واسه ترکیب میشه من نمیدونم، ولی جفتش نوع دوم باشه اصلا مثلا اون رپوزه بستگی داره که مسئله چی باشه، مسئله تو آبی تو خاکی تو سازه هستی سازه مثلا نیست تو سازه باید اگر چنانچه مسئله تون هر دو تا شرط مرزتون نوع دوم یعنی هیچ گونه دخل و تصرفی نخواستید در کوفیشن میتریکس در قیاس سیستم بکنید، اگر چنانچه در قیاس سیستم کوفیشن میتریکستون سینگولار باشه و شما هم بنا نیست دخل و تصرف بکنید مسئلتون در پوزیشن 99 ممیز 99 حالات توی سازه کوفیشن میتریکس در مقیاس نمان و در مقیاس سیستم سینگولار و برای شما شرط مرزتون از نوع دوم یا سوم باشه که هیچ حالا نوع دوم بیشتر چون نوع سوم هم این فی داریم فی تو شکار رفته باز هم تأثیر روی کوفیشن میتریکس میذاره نوع سوم ولی نوع دوم نمیذاره، نوع دوم فقط روی سکندری وریبل اثر میذاره و چون شما بنا ندارید بابت شرایط مرزی نوع دوم کوفیشن میتریکس رو مشمول تغییر قرار بدید سینگولار میمونه حل نمیشه. این بعد میگرده به شرایط تکیگاهی که شرایط تکیگاهی طوری است که سیستمتون پایدار نیست. یک کتابی تو سازه آن مهندس تقوی اگر رسیدم یه سر میان تو اتاق خدمتشون معرفی کنم این کتاب رو، اصلش رو من دارم توی آرشیوم. مؤلف این کتاب یه فرد چینیه، ما توی درس تحلیل دو این کتاب رو
معرفی کردن به اونهای دکتر سیدیان، این کتاب یک تمایز و تفاوتی با سایر کتاب‌ها تو سازه داره این هست که به یه تعدادی از این مصادیقی که مسئله بلپوز نیست از منظر سازه آکار فنکلمتیکی هم نداره، از منظر سازه برخورد کرده که این سازهایی که به ترتیبی ناپایدار هستن انستیبل هستن چه شرایطی شرایط تقییبار مثلا دیگر چنانچه شما یک تیری داشته باشید که دو طرفش التک باشید، نه یک طرفش میرسد یک طرفش التک، هر دو طرفش التک باشه، شما اصلا کار به فن کلمت نداره، میگید تیر که دو سرش التک راه میفته، یعنی اگر چنانچه یه بارگذاری مایل بهش وارد بشه حرکت میکنه. حالا بعد این رو میتونید تو چارچوب فنی تدمنت بذارید ببینید دوتا بدتک چون میدونید تکی به اصطلاح اکسال من تکی گاهی ها به موازات هم میشن هیچ وقت هم دیگر قهد نمی کنید و این ناپایداره. تو این کتاب معرفش هم من همیشه توی اسپلش مشکل دارم H-E-I-S-H توی مراجعی که دارم هستش و در خصوص سازهای ناپایدار، نه نامعین ناپایدار، مصادیق رو بهش برخورد کرده که میتونی براش تفسیر تنیترمنتی از منظر سال سرکارانون از گلامی پیدا کن. استپ 4 این هست که ما بریم خواص المان حساب بکنیم، ولی چون از المان خبری نیست عملا این استپ اپلیکیبل نیست. استپ 5 باید بریم مسئله حساب تغییراتی رو با یه شگردی با یه حقیقی با یه تریکی بیان رسومش دامنه حسابه دیفرانسیه. اگر چنانچه بریم اینجا هست میگیم کامپیوت سیستم پروپرتیز توی استپ 5 کامپیوت سیستم پروپرتیز عملا میگیم اگر چنانچه بریم به جای آی به جای فی به جای این فی هایی که اینجا هستن این پارامتر اپراکسیمیتینگ فانکشن وردن در دومین بذاریم این دیگه تابعی از یه تابع دیگه نمیشه، بلکه x y n parameter approximating function over the entire domain مشتق فی حت n نسبت به x مشتق فی حت N نسبت به Y دی X دی Y. یه مسئله دو دامنه حساب دیفرانسیل از اول هم مشغولات ما این سیاه بود چون اینا رو با استفاده از شرایط مرزی گلوبال به دست بود. اگر چنانچه بریم مشتق آی رو نسبت به سی آی حساب کنیم و آی رو از یک تا این تغییر بدیم این معادل رو این مشهور به دست بیانیم که این معادل رو این مشهور میتونیم بنویسیم سیستم استیتنس میتریکس ضرب در وکتور آف اندیترمین کوفیشنت مساوی با بی. موقعی که شما
شما میرید این عبارت میذارید شروع میکنید اینتگرال گیری انجام میدید، اینتگرال گیری چون معلوم به سوال هست از بین میرن ایکس و وای ها دیگه، فقط یک عبارت جبری از سی میمونه، سی یک سی دو سی سه سی چهار مشتق زمینیه. آیا نسبت به اینها بگیرید یه عبارت جبری خواهد بود که واصلش میشه. حالا این خطی از غیر خطی برمیگردید به این عملگر خطی یا غیر خطیه، یه مبحث اونم روشناس محدود غیر خطیه یا برادر خواندهش روش ریسک غیر خطی بشه. خطی بودن یا غیر خطی بودن این عبارت بستگی تام داره به خطی یا غیر خطی بودن معادله دیفرانسیه. موقعی که خطی باشه که مستقل از سیه، موقعی که غیر خطی باشه توی این که سی به کار رفت. استپ 6 خانم فروتن ما داریم تکرار چی میکنیم؟ روش ریست، روش ریست داریم تکرار میکنیم منطقه برای یه دو. این استپ 6 باید به شرط مرزی را اعمال بکنیم. ما قبلا تو انتخاب این توابع پایه شرط مرزی را دیدیم اعمال کردیم، پس بنابراین اپلیکیبل نیست. حالا ممکن هم از گرایی یه سوالی بپرسه، یعنی این سوال رو دوباره تکرار بکنه به زبان دیگری، بگی آقای آبدینی اگر شرط مرزون همین دین و دوم یا سوم بودن که ما عملا متأثر نمیشیم از این شرط مرز در انتخاب اینها، اگر موقعی دوم و سوم بودن اینجا دیده شده و اثر شرایط مرزی رو اینجا دیدید، چون اینجا عملا باید یک تیر باندو ترمه به دست میاده که باید اون اپراتیمیتین فانکشنه به جه اونها هم بذارید. نه دردی که استپ 7 باش رو کنیم این سیستم رو حل کنیم، بگیم سی مساوی است با K ضرب در B. شروع کنیم این اندیترمین کوفیشنت ها رو به دست بیاریم. من فکر کنم یه روی سخنم بهشونه ولی منظورم اونشونه، درست بگم؟ شما روشن هستید، شما خود نهست، اصفایی میکنم از خود. چون ماکس رو صورتتون هست دوتاتونم تقریبا من که ایچ هستم به کارتون میکنم به سهم هستی یه همچین مشکل به وجود میاد. البته دیروز در جلسه قبل ایشون اینجا نشسته بود، درسته؟ اون سهم نشسته. استپ 8 استفهش باید بیم آنالیز همگرایی انجام بدیم و خطا رو حساب کنیم. اگر چنانچه معادله اصلیمون معادله اولی هم انالیتیکال سولوشن داشته باشه امکان ماست به خطا هست. خب آیا بدین اگر وجود نداشته باشه چی؟ علل اصول باید بیایم نتیجه روش ماسباتیمون رو با یک ماسبات دیگری که چون سالم از مرحله راستازمانی به در برده مقایسه کنیم، یعنی مثلا مسئله اصلیمون رو و یه نرم افزاری که خیلی خیلی دقیق هست حل کنیم، جواب های گوشه دیگر داریم و جواب خودمونم با اون مقایسه کنیم ببینیم خطا هم چقدر. همگرایی و داستان شدا هست. همگرایی هم باید تعداد جملات اول یک پارامتری بگیریم، بعد دو پارامتری بگیریم، بعد سه پارامتری بگیریم، باید جواب سمت یک مقدار واحدی منحصر به فردی میل کنیم. استپ 9
Do additional computation if required. مثلا محاسبه سکندری وریبل در نقاطی که در سنگوز ثبت هست. خب آقای منشرفی، اگر چنانچه من فقط بیام عنوان رو عوض کنم، باشم سوال رو دقت بفرمایید، سوال اصلی این باشه عنوان به جای که اینجا بنویسم روش ریس، به جای که اینجا بنویسم روش ریس بنویسم متد آوید رزیجوال، تو این نوت استپی کجا تفاوت دارم؟ اولی؟ نه. دومی؟ نه. سومی؟ convert differential formulation into later integral formulation. دیگه دنبالی که K symmetric و linear هست و J linear هست نیستیم. Later integral formulation over the integral. که عملا اینجا دیگه این به این صورت نخواهد بود. من قرمز بنویسم اینجا به این صورت هست که باید بنویسیم کا خانم از بینیم؟ بله کا دبلیوی آی اکس و وای و فی اکس و وای مساوی با J W I X و Y. عملا دیگه موقع به اینجا رسیدیم توی تبدیل سانتورم به بیت فرم، دنبال اینکه کاسیمتریک هست و لینیر هست، لینیر هست نیستیم. همینجا میگیم خروجی پایان استپ سه. بعد تو استپ چهار بازم اپلیکیبل نیست. تو استپ پنج برای که بتونیم این رابطه رو به دست بیاریم باید بیاییم به جای دبلیو آی اون روایتمون رو بذاریم که یا سب دومین متده یا کلوکیشن متده یا لیست اسکوئر هست یا گالرکین هست یا پتروف گالرکین یا انواع و اقسام روشایی که تو کتاب متد آبیت رزیجوال خدمتون دادیم بهشون پرداخته. ما یه مقاله بهتون دادیم روی متد آبیت رزیجوال، یه کتاب ایمیل هم کردیم براتون که عملا مفصل به این پرداخته. به جای دبلیو روایت متد آبیت رزیجوال میذاریم، به جای این فی هم اپروکسیمیتینگ فایل فانکشن رو در دامین میذاریم. همینجا این عبارته تبدیل میشه به اون رابطه جبری. حالا اینجا هم دوباره اون جمله رو تکرار میکنیم، میگیم اگر چنانچه استرانفورمی قابل حل توسط ریس باشه، اگر همین استرانفورم رو با روش متد آبیت رزیجوال با روایت گالرکین حل کنیم جواب یکسان میشه. همش تکرار اتصدا میکنم اون مثالی که الان دفتر که بررسی کردیم در اصلا که جواب بالی بیدیم با ریسی یکی نشد، ما بررسیش کردیم کجا جواب بالی بیدیم با ریسی یکی نشد؟ اون یه مثالی که کتاب ردی یه تفاوت خیلی کوچیکی با هم داشتن. آها 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 من یادم نیست رو تفاوت چون فقط صحبت کردیم گفتیم در پایان فصل دوم کتاب آقای ردی آمده یک مسئله رو حل کرده که اینتگریشن بای پارت انجام نداده. به قسمت آخرش رسیدیم. آها بعد هم اشاره داشتیم گفتیم یادم آمد که روش ریس با روش گالرکین یه تفاوتی بیشتر از یه سیگنیفیکن دیجیته. اون استاد چیز بود تو من هم بررسیش کردم، من به خاطر انتخاب تابع انهایی بود باید قانون باز برای دوتاش یکی باشه، قانون بازی باید برای دوتاشون یکی باشه، چون نمیتونه قانون بازی رو متفاوت بگیری. یعنی اگر چنانچه تو روش ریس میگرفتی تو روش گالرکین هم همین باید بگیری.
قانون بازی رو اگر یکی بگیری، ولی شما میفرمایید میگید علت متفاوت شدن این بوده که تو روش ریسی یه شیف فانکشن گرفته، تو روش داره یه شیف فانکشن دیگری. چون توی جدول آوردیم یه ذره شعبه‌انگیز بود، الان ما نتون بررسیش کردیم که من چک میکنم اگر چنانچه به نتیجه شما رسیدم دوباره تاکید میکنم جلسه آینده روش که شیف فانکشن روش ریسی این گرفته، شیف فانکشن روش والرکین رو این گرفته، ولی اگر چنانچه نتیجه یکی باشن under no condition جواب فرق نمی کنه. اگه دوتو باشن قانون بازی یکی نیست. پس بنابراین اینجا باید بیاییم به جای این روایت روش متدابیتری زور بذاریم، به جای این interpolated approximate function word enter domain بذاریم و همینجا این تبدیل به این عبارت جمع بشه. بعدش استپ 6 اپلیکیبل نیست، استپ 7 اپلیکیبله، استپ 8 هم اپلیکیبله، استپ 9 هم اپلیکیبله. خب این تقریبا تکرار آن چیزی که توی یک بود گفتیم. حالا امروز میخوایم شروع بکنیم همین مسئله رو با فنیکل متر. اگر چنانچه این روش مسئله رو با فنیکل متر بکنیم، عملا باید شروع کنیم مستاقی عمل بکنیم، چون میخوام وارد گردانه تبدیل استانتون. اینجا لدی که تو مستاق نرفتیم به خاطر اینکه این مستاق نبود، این خیلی جنریک بود، یه عملگر معرفی کردیم، گفتیم اینجا هم نتیجهش عملگر بشه. ولی اگر چنانچه بخواییم یک مسئله رو خدمتتون معرفی کنیم که این مسئله از ابتدا با روش گنترمنتال بشه، باز می‌دونید فاینت الیمنت هم دو تا گزینه برایش مترتب هست، یا قدم سه رو convert differential formulation into variational formulation over the typical element، این میشه ریس فاینت الیمنت، یا convert differential formulation into weighted integral formulation over a typical element، این میشه برادر ماده متد آف weighted residual. یعنی ما فاینت الیمنت هم میتونیم روی ریس بیاده کنیم، هم میتونیم روی متابلیسم رو بسته به استرانگ فرم داری که حالا تبدیل به وریشنال فرمیشن هست یا نیست. گیمن آیا تو ریسش یعنی اون المانی که در نظر بگیریم بشه هم این تایید دومینه؟ نه، المانمون میشه المان شکل هندسی که میگیشم مشخص میشه منظورم چیه. گیمن مشتق نسبت به x کای x مشتق به فی نسبت به x به اضافه مشتق نسبت به y به y مشتق به فی نسبت به با به اضافه کیو مساوی با صفر. ولی کیو میتونی تابع از ایکس و وای هم باشه. اگر تو فیلد هیت ترانسفر باشید، انتقال حرارت باشید، این فیه میشه تی. اگر چنانچه تو آب زیرزمینی باشید، این فیه میشه پیزومتریک هب اچ. اگر تو سازه باشید، حالا من درس این یه سوراخ بکنید، شروع کنید بکشید استرس فلو اطرافی سوراخ، این فیه میشه دیسپلیسمنت. یعنی الان من سه تا مثال زدم، هر سه تاش معادله حاکمش یکی است. هیت ترانسفر، انتقال حرارت، گرام واتر هایدرولوژی، پیزومتریک هد، استراکچرال میکانیکس،
displacement. یعنی عملاً این که سوراخ اینجا بکنیم که شروع کنیم به کشتش. هر ستاش معادله آدم براش اینه. خب این معادله باید به شرایط مرزی مرموز باشه. اگر چنانچه این محور x باشه، این هم محور y باشه، عمود بعد این هم محور چی باشه؟ فی. چون مسئله سبودی فی x و یه دامنه مواصفاتی داریم این دامنه مواصفاتیمون هست که روی دامنه مواصفاتی داخل دامنه مواصفاتی گارنی اکویشنمون اینه این گارنی اکویشن داخل دامنه مواصفاتیه روی مرز اگر چنانچه بخوام یه مقداری مسئله رو متنوعش کنیم بگیم توی بخشی از دامنه مواصفاتی یعنی این از روی بخشی از مرز برای این قسمت که بنارنجی کشیدم شرایط مرزی فی اسپسیفای شده برای این قسمت از دامنه مواصفاتی پارشل فی به پارشل ان اسپسیفای شده حالا میگم پارشل فی به پارشل و برای این قسمت دامنه مواصفاتی این مواصف دامنه برای سه تا شرط مرزی داره اسم این رو بذارید S1 نارنجی رو اسم این رو بذارید S2 اسم قرمز رو هم بذارید S3 روی S1 شرایط مرزی نوع اوله مقدار فی از دراشی فی از فانکشن آف ایکس و وای هستش فی زرو یه فی زروی معلومه روی S1 شرایط مرزی نوع اوله یعنی خود فی اسپسیفای شده بچه اینجا پرایمریمون چیه؟ پرایمری برای بلوم اول آقای من استقبی سوال میپرسیم یه اول به اون معادله درجه چنده تو برای باید به سوال پاسخ بدم میگم معادله هم درجه دوی بالاترین مرتبه مشتق دوی خب موقعی من بالاترین مرتبه مشتق دو باشه پرایمریمون میشه فی سکندریمون میشه مشتقات جزئی روی S2 مشتق فی نسبت به این داده شده حالا این مشتق فی نسبت به این یعنی چی؟ مشتق فی نسبت به این اولا خود این چیه؟ خود این در واقع در هر نقطه ای عمود بر سطح و به طرف بیرونه این همین یونیت وکتور در هر نقطه عمود بر سطح طرف بیرون همین اینه اینه بعد مشتق فی نسبت به این اصطلاحا ما بهش میگیم دایرکشنال دریوتیو مشتق جهت‌دار ما باید مشتق فی رو در جهت بردار این بگیریم اگر چنانچه
که یکی از اون بپرس رو بگه مشتق جهت داره فی در جهت این چی هست، میگیم این این نورمال وسط هست در هر نقطه به طرف بیرون و مشتق جهت داره فی نسبت به این که در واقع سکندری وریبل ما هست میشود این دات دل فی. حالا آقای مهندس فقبی میگه آقای آفتین من از کجا بفهمم که این رابطه که شما نوشتی درسته؟ میتونی منو ببری توی دنیای آشنایی که عملا تو دنیای آشنا من مطمئن میشم که شما در یه حرف درستی میزنی؟ بگیم چرا نه؟ اولا اگر چنانچه به جای این مقدارش بذارید باید بذارید این اکس در جهت آی به اضافه این وای در جهت چی بجا؟ جه این به جای بردار یکی این بذارید، به جای دل فی هم بذارید مشتق به فی در جهت اکس به اضافه مشتق به فی در جهت با. خب ما میدونیم که دات پروداکت دو بردار باید مؤلفا رو در هم چیکار کنیم؟ ضرب کنیم، میشه مساوی با مشتق به فی نسبت به اکس ضرب در این اکس به اضافه مشتق به فی نسبت به وای ضرب در این با. این رابطه کنید. حالا آقای مهندس فقبی میگه میتونی این رو یک کمی کمکمون بکنی که بفهمیم چیه؟ بچه اگر چنانچه این N محور X باشه، یعنی مشتق B نسبت به X، آیا ما میتونیم از اونم نتیجه بگیریم که همین میشه؟ خب اگر چنانچه N معادل I باشه یعنی بردار یکی این مساوی هست با آی ها؟ یعنی عملا اگر چنانچه اینجا خواستیم ببینیم این اکس و این وای چقدر هست باید بگیم این اکس چقدره؟ این وای صفر. برید جاش بذارید، به جای این اکس باید بذارید یک، به جای این وای باید بذارید سه، میشه پارشه کی به پارشه اکس. به این میگن دایرکشنال دریوتیو، مشتق جهت دار، یعنی در هر نقطه از محیط اس دو دانشی پیرامون مشتق فی نسبت به این به ما داده شده. مشتق در جهت نرمال وسط، نرمال بر این مرز به ما داده شده. روی اسه نه فی داده شده نه پارشل فی به پارشل ام، بلکه یه ترکیب خطی از این ها به ما داده شده که یه اکس مشتق به فی نسبت به اکس ضرب در این اکس به اضافه که وای مشتق به فی نسبت به وای ضرب در این وای به اضافه کیو به اضافه اچ در فی اکس و وای منهای فی اینفینیتی مساوی با صفر. این تکیه که تا اینجا هست مربوط به سکندری میشه، این تکیه هم مربوط به پرایمری میشه و این کم چیزی هم که به کار رفته ترکیب خطی اول میسازه. یعنی یه جور دیگه هم بتونید اینها رو تفسیر کنید بد نیست، مخصوصا اینو این که یکم مستاقی شدیم کلیه.
این شرح مرزی مون نوع اول و غیر همگنه. این شرح مرزی مون نوع سومه و غیر همگنه. چون میتونیم یه جمله توش پیدا کنیم که فی به کار نرفته باشه. این جمله و اس در فی انفینیتی درشون فی به کار نرفته. یه مقادیری هستن که فقط به متغیر مستقل ایس و وای بستگی دارن. اگر اینجا هم شما مثلا یه عبارتی رو بنویسید این هم غیر همگن میشه. اگر بنویسید صرف یعنی همگن. این صورت مسئله بود. من مخصوصا طوری تراش کردم که هر سیمون شرط مرزی توی بیان استرانتون به کار رفته باشه. خواستم اون چیه؟ خواستم اون به دست آوردن تابع فی هست به صورت دیسکریت در بوده نه به صورت کانتینوس. چرا دیسکریت؟ نای من شریفی اونجا کانتینوس میشه جواب اون درسته؟ اما قبول دارم اینجا کانتینوس میشه اینجا بسته میشه ولی سه ماهی نبودی کاله یعنی همین دیگه همین عبارت نمیشه جواب ما بس این داره یه هنجو یک بگیریم دو بگیریم سه بگیریم چهار بگیریم این بسته است. مفهوم بسته بودن یعنی چی؟ یعنی هر ایس و وای اراده بکنیم بتونیم فی رو داشته باشیم ولی اینجا فی بسته نمیشه دیسکریت میشه. ما باید بیان دامنه مواصفاتی رو به یک تعداد المان تقسیم کنیم و بعد عملیات فنت المنت رو بیاره کنیم. پس بنابراین یادتون باشه که اینجا این فی برخلاف روش ریس یا روش متدا بیتد ریسیوال فی اینجا دیسکریت میشه یعنی در گره به دست میاد در حال که اونجایی که گره مواصفاتی نداریم بسته میشه رو کل دامنه مواصفاتی میشه. استپ یک discretize the computational domain into finite element. بیرانی میخواد به این سوال جواب بده میخواد ببینیم جسم و روحش سر کلاس هست یا نیست. من بینیستم کامپیوتیشن رو دارم رو بینیستم فیزیکال دارم قبلا چی میگشتم؟ دوتاش یکی توی یک بود چه کامپیوتیشنال دومین می‌نوشتم چه فیزیکال دومین می‌نوشتم هر دو تاش یکی توی یک بودی اینجا چی؟ می‌تونه باشه می‌تونه نباشه دفینیتلی نیست این فیزیکال دومین شماست ولی اگر رفتی دیسکریتایزش کردی کامپیوتیشنال دومینتون با فیزیکال دومینتون یکی نیست. نگاه کنید اگر من شروع بکنم این مثلا تابلو المان مثلثی شروع کنم یه سری المان مثلثی تو این در بیارم همطوری شروع کنم ادامه بدم این رو این حتی که من اینجا میگشم که دقیقا بر منحنی مطابق منطبق نیست همطور که آنها من از خلامی رو بشار میکردن اگر چنان شهارا دانش پایانتر داشته باشم که بعد از این احتمال ها رو از راه مثلث به جایی که خطی بکشم منحنی بکشم یه منحنی هم بر محیط مرز منطبق بشه اون موقع فیزیکال دومین کامپیوتیشنال دومین برام چی میشن؟
منطبق میشن. ولی اگه از خط بگیرم دیگه منطبق نیستن. مثل مثلا به صورت اگزاجره بگیرم، مثلا این نقطه اینجوری بگیرم، این نقطه اینجوری بگیرم، این نقطه من بخشم اینجا اینجوری بگیرم، این تکو جز فیزیکال دومین هست ولی جز کامپیوتیشنال دومین دیسکریتایز ده فیزیکال دومین. Into finite element. خب ما باید از خودم مجددا سوال بکنیم که خروجی استف یک پاسخ به چه سوالاتی هست و اینجا این سوالات جنسش چی هست. دقیقا همون صحبتی که توی یک بود داشتیم، میگیم اگر قدم اول عملیاتی کردیم که یک درس سه واحدی تو در دانشکده مکانیک هست، عنوانش فقط استپ یک مش جنریشن توی رشته دانشکده مکانیک یک درس سه واحدی هست. هم الان اگر چنانچه دوستان موبایلشون دسترسی به اینترنت داشته باشه بزنن مش جنریشن ببینید چقدر چند میلیون سایت ظاهر میشه که مشین رشن توش به کار رفته. استپ یک پاسخ به دو سواله، تایپ آف الیمنت، نمبر آف الیمنت. برخلاف مسائل یک بودی که تایپ آف الیمنت همیشه لنگ الیمنته، توی مسائل دو بعدی تایپ آف الیمنت میتونه تریانگولار الیمنت باشه، میتونه رکتانگولار الیمنت باشه، میتونه یک چند وجهی باشه. پس بنابراین اینجا برخلاف مسائل یک بعدی که همیشه میگفتیم تایپ آف الیمنت لاین الیمنته، اینجا میتونه تریانگولار الیمنت باشه. یادتون باشه تو مسئله مازده مسائل دایره هم این دفعه کردید، هم میتونستیم به مثلث تبدیل بکنیم، هم میتونستیم تبدیل به مربع کنیم داخل دایره. مسائل دو بعدی عملا انواع علمان ها متفاوت است. پس بنابراین پاسخ سوال اول تایپ آف الیمنت، فقط میتونیم بگیم تریانگولار الیمنت. توی یک مسئله هم میتونیم دامنه مثباتی رو به چندین نوع المان تقسیم بکنیم، یه جایی مثلث، یه جایی مستطیل یا مربع. تریانگولار بچه ها میگیم فقط المان ما مثلثیه، ولی نمیگیم چند تا گره داره. تعداد گره ها کجا تثبیت میشه؟ تو قدم دو، تو استپ دو. بی نمبر آف المنت. پس پاسخ استپ یک تجزیه دامنه فیزیکی به یک تعداد المان هست، پاسخ به دو سوال چه نوع المان هایی و چند. استپ دو سلکت اینترپولیتینگ فانکشن اوور ا تیپیکال المنت.
خب ما تا کنون در رابطه با تخمینگرهای دوبودی یا اینترپرتینگ فانکشن اور تیپیکال المنت رو فقط برای مسائل یک بودی گفته بودیم. برای مسائل دوبودی عملاً باید شروع بکنیم درایوش بکنیم، به دستشون بیاریم، یعنی عملاً به این سوال پاسخ بدیم، بگیم اگر المانمون مثلثی بود، خواهشمون دقت بکنیم، اگر المانمون مثلثی بود و توی استپ دو هم تصمیم گرفتیم که این المان مثلثمون لینیر باشه، یعنی چی لینیر؟ یعنی قانون حاکم بر تغییرات استعداری به روی المان خطی باشه، قیافه این اینترپولیتینگ فانکشن چیه؟ اگر چنانچه تو قدم اول المانمون مثلثی بود، تو قدم دوم تصمیم گرفتیم که المان مثلثمون کوادراتیک تراینگولار المنت باشه، یعنی قانون حاکم بر تغییرات استعداری به روی المان درجه دو باشه، قیافش چطوری؟ هم تو بگیر برچه کیویک تراینگولار المنت و غیر. فرض کنید قانون حاکم بر تغییرات استقبالی به روی المان خطی، اگر چنانچه قانون حاکم بر تغییرات استقبالی به روی المان خطی باشه، این المان مثلثی ما سه تا گره خواهد داشت، رو سه تا رأسش. بعد اگر من به صورت نمادین یکی از این المان ها رو بیرون بکشم، بگم این المان مثلثی من، ناگذاری گره ها توی المان مثلثی یا مستطیلی یا هر چیزی هست، باید بر اساس چرخش عقربه ساعت باشه. اگر از نماد یک و دو و سه استفاده میکنید، میشه یک و دو و سه. اگر چنانچه میرید از حرف استفاده میکنید، میشود آی جی کی، یعنی اینجوری. بفرم استاد، اینکه یک رو کجا قرار بدیم؟ مهم نیست، یک اینجا قرار دادید دو سه، یک اینجا قرار دادید دو سه، فقط باید در جهت عقربه ساعت، یعنی تقریبا میشه بگید برای همه المان ها این نامگذاری لوکال موضوعیت داره که باید کانسیستنت باشه. چرا باید یه المان مثلثی اگر قانون حاکم بر تغییرات استدلالی به خطی باشه باید سه گره داشته باشه؟ شاید یه سوال قشنگتری که میتونیم بپرسیم و یکی را معمول کنیم روی این سوال کار کنه این است که بگیم اگر چنانچه قانون حاکم بر تغییرات استدلالی به کوادراتیک باشه، چرا این المان باید شش گره داشته باشه؟ اگر کیوبیک باشه، چرا این المان باید ده گره داشته؟ منطق ده از کجا آمد؟ که خب ما برای منطق سه رو در بیاریم، بعد بقیه‌اش شما هم میتونید خودتون استدلال کنید. اگه یادتون باشه توی مسائل یک بعدی گفتیم موقعی میخوام اینترپولیتینگ فانکشن روی المان انتخاب بکنیم، اول به صورت نن استاندارد فرم، بعد چکارش میکنیم؟ استانداردش میکنیم. خب اگر قانون حاکم بر تغییرات استدلالی به روی المان خطی باشه، یعنی ما آمدیم، خواهش من دقیق بفرمید، استدلالی که رویه هست، فی رویه هست، عمود بری آمدیم در برای المان این رویه رو روی صفحه جایگزین کردیم،
یعنی آمدیم از این نقطه بندازه فی دو، از این نقطه بندازه فی یه، از این نقطه بندازه فی سه رفتیم عمود و تابلو، بعد این سه نقطه رو به کمک یه رویه به هم بس کردیم. معادله این رویه توی دنیای پنالتیکال جیومتری چیه؟ یادتون باشه معادله این رویه هستش فی روی المان از فانکشن آف اکس و وای مساوی با سی یک المان به اضافه سی دوی المان ضرب در اکس به اضافه سی سه المان ضرب در چی؟ وای. این رویه معادله رویه هست. این اصطلاحاً بهش میگن representation of interpolating function or a typical element in non-standard form. تکرار کنم، representation of interpolating function or a typical element in non-standard form. استاندارد فرمش چی هست که باید به دستش بیاریم؟ فی over element E مساوی از با summation I از یک تا سه N I E از function of X و Y ضرب در فی I E فرخانه مهندس پناهزاده میگن آقا رابطه که با هم قبلی هم یکی از خلاش آیم چه فانکشن ها دو بودی شد قبلا میگفتیم این آی ای اکس فی آی حالا میگیم این آی اکس و وای فی آی این ها توابط پایه ما هستن این ها هم نودار ولیو ها هستن یعنی موقعی که آی یکی فی یک میشه استدلربل در گره یک آی دو شد میشه فی دو ستید بری بگیره دو آی سه فی سه ستید بری بگیره سه خب خانه های من از پیرایی اگر من بخوام برم این توابع شکل رو به دست بیارم چی کار باید بکنم؟ باید آی دو پنج شهر که پشت اگر آی دو پنج شهر برمانه میکنیم این نشین غیر استاندارد شد خب بعد تبدیل میکنی به استاندارد بود کنایت نه را هم طوری شفاف بگو من چی کار بکنم اینجا تا اینا رو به دست دارم جملات مرخص فی می نویسیم بعد ذریعات میشه چی کنم نه اینجوری من نمیخوام بگم اون چیزی تو ذهن من هست شما بگید ولی اون روش رو بگید اینجور باید بگید نگاه کنید یک معادله رویه داریم که سه نقطه از این رویه رو داریم میدونیم در x و y یکی فی یکه میدونیم در x و y دوی فی دوه میدونیم در x و y سه فی سه هست سه معادله و سه مشهور میدونیم سی یک و سی دو و سی سه چکار میکنیم؟ به دست میاریم بعد میذاریم اینجا مرتبش میکنیم از تو اینها از تو شکم اینها توابع شکل رو بیرون میکشیم من میام اینجا می‌نویسم سی یک ای به اضافه سی دوی ای ضرب در اکس یک به اضافه سی سه ای ضرب در وای یک حالا اینها هم همه اینها ای هم دارن ها قبول داری که این هم دارن ها چون مقتصاد هلمان نسبت به یک و دو و سه لوکل این مساوی هست با پی یک هلمان کار خاصی ویژه این استثنایی انجام ندادم ها
فقط آمدم گفتم نقطه x+1 دیگه نقطه از این صفحه است، از باید مختصاتش در معادله روی صدر بکنه c1 به اضافه c2 x2 n1 به اضافه c3 y2 المان مساوی با p2. نقطه دوم، نقطه سوم c1 المان به اضافه c2 المان ضرب x3 المان به اضافه c3 المان ضرب y3 المان مساوی با p3. این سه معادله سه تا مجهول داره، مجهولات c1 و c2 c3 هستن. اگر بخوام به صورت ماتریسی بنویسیمش باید بنویسیم یک x1 المان y1 المان، یک x2 المان y2 المان، یک x3 المان y3 المان. این میشه کوفیشن میتریکس ما. این باید ضرب وکتور آف انون بشه، دستش c1 المان c2 المان و c3 المان و بعد مساوی با نودار برمی کنم f1 المان f2 المان f3 المان. کسی میتونه منطق کوارتتی تراینگلر الیمنت رو بگه که چرا باید 6 بگیره داشته باشه؟ من بنویسم که شما هم کمکم بکنید. فی المان مساوی c1 ای به اضافه c2 ای x به اضافه c3 ای وای وای2 به اضافه c6 x2 عملا interpolating function for a typical element in non-standard form for the case when your variation of state variable is quadratic is this. شیش تو مشهول داریم، باید شیش تو اطلاع داشته باشید، شیش گره باید داشته باشید که بذارید تو برید چیزو به دست بیارید. خب اگر چنانچه من بخوام c1 و c2 و c3 رو به دست بیارم باید در اصول گیره اینورس کنم، ضرب رو برداره کنم تا c به دست بیاد. اگر چنانچه اسمی برداره اسمی رو بذاریمش مثلا ماتریس A، اسم این برداره رو بذاریمش c، اسم این کمیات همه اینها هم یه دونه ای دارن، حالا ای هر پایین بذاریم یا بالا هم بذاریم سوال
دو تا سوپر اسکریپت دارم. اگر چنانچه این رو بخوایم به دست بیاریم میشود سی اینورس، سی میشه مساوی با ای اینورس ضرب در چی بچه ها؟ ای اینورس چیه؟ اگر چنانچه بری شروع بکنی این ماتریس رو به صورت سیمبولیک نه به صورت عددی شروع بکنید اینورسش بکنید، یه همچین عبارتی به دست میاره که من اینجا نتیجه رو خدمتتون به صورت سیمبولیک می‌نویسمش. ای اینورس حالا میدونیم انتریاش چیا هستن، مساوی هست با یک روی دو ای اگر ازم بپرسید بگی چی هست، این ای یه دیگه ماتریس نیست، این ای هستش مساحت مثلث. ای مساحت اون مثلث یک و دو و سه هست که حالا ارتباطش هم میگیم چجوری هست. اینجا هم باید عملا یک ماتریسی داشته باشیم که این ماتریس هم میتونیم بگیم این هستش آلفا یک ای، این هستش آلفا دوی ای، این هم هستش آلفا سه ای. چون کل این سیمبولیکه اینورسش هم سیمبولیک میشه، بتا یک ای بتا دوی ای بتا سه ای و بالاخره گاما یک ای گاما دوی ای گاما سه ای. اگر چنانچه بخوام ببینیم سی یک چقدر هست، باید سطح اول ای رو ضرب در این برداره کنیم. اگه بخوام ببینیم سی دو چقدر هست، باید سطح دوم این رو ضرب در این برداره کنیم. این را این داره به ما میگه. اگه بخوام سی سه رو دست داریم، باید سطح سوم این رو ضرب در این برداره کنیم تا سی سه رو دست داریم. بعد شروع کنیم این سی یک و سی دو و سی سه رو که به دست آوردیم تو معادله اصلی بذاریم. یه جای سی یک و سی دو و سی سه مقادیر داده شده که اینجوری به دست شدن بذاریم، مرتب بکنیم تا ببینیم این یک و این دو و این سه چی میشه. اگر چنانچه این چند تا قدمی رو که اشاره کردم، یعنی چی؟ یعنی عملا سی یک هستش این ضرب در این، یعنی سطح اول این ضرب در این، سی دو سطح دوم این ضرب در این، سی سه سطح سوم این ضرب در این، بعد اینا رو تو رابطه به جای سی یک سی دو سی سه بذاریم، پس فی یک جدا، فی دو جدا، فی سه جدا فاکتور بگیریم، عملا به دست میاد فی ای از فانکشن آف ایکس و وای مساوی که من حالا آمدم فی یک رو جدا نوشتم، فی دو رو جدا نوشتم، فی سه رو هم جدا نوشتم، میشود عرضم حضورتون یک روی دو تو هیلی یک روی دو تو هیلی در آلفا یک ای فی یک ای به اضافه آلفا دو ای زردر فی دوی ای به اضافه آلفا سه ای زردر فی سه ای. اگر یکی از من پرسید دو کشی جمعه کشی نماینده ای کسی میتونی بگی جمعه چیه؟ سی یک ای هست. چجوری؟ این سطره زردر ای ستونی شده سی یک و سطر به اضافه ای یک روی دو تو ای
بتا یک ای ضرب فی یک ای به ضابه بتا دوی ای ضرب فی دوی ای به ضابه بتا سه ای ضرب فی سه ای. این باید ضرب در اکس بشه. عملا این جمله سی دوی ای هست به اضافه یک روی دو تو ای و ما یک ای ضرب در فی یک ای به اضافه دو ما دوی ای ضرب در فی دوی ای به اضافه دو ما سه ای ضرب در فی سه ای ضرب در با. حالا اگر دقت بفرمایید می‌بینید این جمله فی یک داره، این جمله فی یک داره، این جمله هم فی یک داره. می‌تونیم از فی یک ها چیکار کنیم؟ فاکتور بگیریم، ضریب فی یک میشه ان یک، مقایسه‌اش بکنید با این رابطه. پس از این جمله فی یک، از این جمله فی یک، از این جمله فی یک فاکتور بگیریم، همه‌شون هم یک روی دو ای مشترکن. ان یک اون میشه چی؟ میشه آلفا یک به اضافه بتا یک اکس به اضافه گاما یک وای. ان دو اون میشه چی؟ میشه آلفا دو به اضافه یک روی دو ای هم مشترک. بتا دو اکس گاما دو وای. به طور کلی اگر چنانچه ان آی از فانکشن آف اکس و وای رو بخون ببینیم چی جوری میشه، میشود یک روی دو تو ای بعد اینجا میشود آلفای آی به اضافه بتای آی به اضافه گامای آی. این می شود شیف آنچه. در پاسخ به این سوال که این آلفای آی و بتای آی و گامای آی که بستگی به این آیه دارن دیگه، اگر آی یک بود اینا یک می شود، اگر آی دو بود اینا دو می شود. میدونیم اینا دو یک چیه، دو چیه، سه چیه. اگر آی سه بود اینا سه میشن. آیا ارتباطی بین آلفا آی و بتا آی و گاما آی و اکس آی و اکس جی و وای اکس اکس آی و یا اکس اک و اکس دو و اکس وای یک و وای دو و وای سه وجود داره؟ سوال دیگه، چون بالاخره اینها به اون رفت بدونیم. تنها اطلاعی که از هر المان داریم مختصات گره حال داره، اکس اکو وای یک، اکس دو وای دو، اکس او وای سه. سآل این دوی ای که مساحت المان هست که باید عملا شروع کنیم دیترنان این حساب بکنیم، میشه دو برابر مساحت المان. دیترنان این میشه دو برابر مساحت المان. آلفا آی بتا آی گاما آی ارتباط بین این ذرائع و x, y, z وجود داره یا نه؟ خیلی آلفای آی اینجا از اون چرپش عقربه ساعته کمک میکنم. اگر من اینجا یک گذاشتم میتونم انتظارم و از خیلی دو سه بذارم. اگر چنانچه آی گذاشتم من سارم میتونم به حسب آی و جه و که بزنم. لطفا نگاه کنید ببینید این چجوری قابل استحصال هست. اگر آی گذاشتم این میشود یک سه جه و یک منهای نه همه شدمان منهای اکس که وای جه
این میشود مقدار آلفایا. حالا اگر یک خواستگاه هست یک و دو سه مثلا یک رو نوشت، پس ببین آلفا یک چقدر میشود x2 e y3 منهای x3 e y2. اگر خواستید آلفا دو رو بنویسید بعد از دو چیه؟ سه هست، میشه x3 y1 x1 y3. اگر این شد این دو بود، این میشه x3، این میشه y1، این میشه دقیقه بنویسمش. اگر این دو بود این میشه بعد x3 و یک منهای x یک و y سه. اگر بر اساس آی جی کی بود این فرمولش میشه، اگر بر اساس یک و دو سه بود میتونید. خب بتای آی چقدره؟ من نمیدونم، یکم میخوام صفحه رو حفظش کنم که دیگه کار نکنم میبینم نمیشه. اگر چنانچه آلفای بتای آی رو خواستیم، بتای آی میشود وای آی وای جی من های وای جی. این میشود بتای آی آی جی که. و بالاخره دامای آی میشود من های اکس جی من های اکس جی. این نحوه رفت دادن ضرائب شیپ فانکشن به مختصات گره است. حالا اگر چنانچه شما اینجا به جای بتا یک گذاشتید این میشه وای دو منهای وای سه. اگر چنانچه اینجا به جای وای دو گذاشتید بعد از دو این میشود سه یک. این هم این نحوه برقراری اتفاق میده. حالا آقای مهندس فیرایی، من ازش پرسم گفتم چجوری میریم به این توابع شکل رو به دست میاریم، گفتش از پنج تا شرطه شروع کرد. حالا باید نشون بدیم تو پنج تا شرطه اینجا در مورد این توابع شکل سالمه. ببخشید دکتر، پشت این چی بوده که آلفا چرخشی شد ولی بتا و گاما چرخشی نشدن روی دوتای دیگه؟ آلفا رو دوتای دیگه چرخشی شدن بتا و گاما نه. من مسخار زدم اینجا با آجکه رفتم، اینجا با یک و دو مثالشون دادم. اینجا هم طوره، اگر چنانچه شما داشته باشید بتا یک، بتا یکتون میشود وای دو منهای وای سه، بتا دوتون می شود وای سه منهای وای یک، بتا سه تون می شود وای یک منهای وای دو. همین حرف هم در مورد گاما هم ساده. و اما پنج تا شرطی که آقای مهندس پیرایی میخواست بهش اشاره کنه. اولین شرط چی بود آقای مهندس پیرایی؟ خاصیت دیرایت دلتا پروپرتیز. پس بنابراین پروپرتیز آف
of I روی علمان E as a function of X over. خواستن در دیراک دلتا پروپرتی انس آف آی روی علمان J روی علمان E در نقطه X J و Y J. این مساوی هست با دلتای آی جی و این هم مساوی هست با یک اگر چنانچه آی مساوی با جی باشه، صفر اگر چنانچه آی مخالف جی باشه. حالا این آی جه میتونن یک و دو هم باشن، مثلا بگیم این یک بعد اینو بذاریم دو یا سه، بعد این خب این مفهوم دیرادرتا به راحتی با این نماد آی جه و که قابلیت آی جه چجوری باید ثابتش کنیم این رو؟ حرف جدید دیگه نباید بزنیم، هر چونجا گفتیم باید بتونیم از اونها استفاده کنیم و این رو ثابتش بکنیم. بچه ها این آی روی علمان ای در نقطه اکس جی و وای جی چی میشه؟ باید بیان شروع کنیم بگیم میشود یک روی دو تو ای ای همون رابطه که گذاشتیم، بعد اینجا بذاریم آلفای آی به اضافه بتای آی سر در چی؟ اکس چی؟ اکس جی به اضافه دومای آی سر در چی؟ شروع کنیم به جای آلفای آی مقدارش، به جای بتای آی مقدارش، به جای دومای آی مقدارش بذاریم، در اینها ضرب بکنیم، بعد نشون بدیم که اگر آی مساوی با جی باشه میشه یک، اگر آی مخالف جی باشه میشه صفر. خانم مهندس کدام بود؟ آلفای آی آلفای آی میشه اکس جی ای در اکس کی ای منهای اکس جی وای جی منهای اکس کی ای در وای کی ای وای جی. آقای خانم غلامی هیچ زبون اکس جی وای کی منهای اکس کی وای جی به جای آن وای به اضافه به جای بتای آی باید بذاریم چی؟ باید بذاریم وای جی منهای وای جی. اینو باید ضرب در اکس جی کنیم، درسته؟ خب به جای دامه آی هم باید بذاریم منهای اکس جی منهای اکس چی؟ K در
x j y k منهای x k y j حالا اینکه در این ضرب بشه می شود به اضافه x j y j منهای x j y k منهای x j y j به اضافه x k y j. بچه این جمله که اینجا خط ضرب در زیرش میذارم کدوم جمله مثلا x j y k x j y k اینا دشتور هم و هم خط این جمله آخرین جمله با این جمله هم چطوره خط میکنه این دو جمله هم با هم خط میکنن عملا این خط خوردن اینها دلالت برای این داره که ما میگیم آی با جه برابر نیست و عملا میشه صفر چون متمایز دیدیم آی جه رو با هم این گزینه اثبات میشه اگر چنانچه آی با جه برابر باشه از اول اینا رو باید آی بذاریم از اول اینا رو باید آی بذاریم کجا؟ اینجا و بعد شروع بکنیم این محاسبه انجام بدیم این چیزی که داخل پرانتز به دست میاد میشه دو برابر دیترمینان این اگر چنانچه به جای x آی به جای x و این وایه x آی و وایه آی بذاریم شروع کنیم به جای آلفای آی بتای آی گامای آی هم مقدار بذاریم ضرب کنیم این چیزی که داخل پرانتز هست میشه دو برابر دیترمینان این کوفیشن متریکس میشه دو تا هیلی که به دو تا هیلی تقسیم میشه میشه یک خاصیت اول آقای منزی شریفی خاصیت دوم کوچه دنبالش بگرده بفرم یک یعنی عملا اگر چنانچه شما بری سمیشن آی از یک تا سه رو ان آی روی المان اکس و وای با هم جمع بکنی حاصلش میشه یک چجوری این رو ثابت کنی؟ از سه تا سه فاکتور نمیسی با هم جمع شروع کنیم به جای این یک و این دو و این سه مقدار بذاریم با هم جمع بکنیم ساده کنیم حاصلش میشه یک فکر میکنم تو تمرین شماره بعدی این ها رو به صورت سوال بگذاریم خاصیت سه رو سرها خانم فروتن نمیخواد نگاه نطقاتون بکن تا حفظی یعنی همینجا میتونیم دیگه چی بشه
همینجا از نگهتشناسی مشتق بگیریم خاصیت سه خاصیت چهار یه جنس هست اگر این پیپولیتینگ فانکشنتون لینیره شیف فانکشنتون هم لینیره اگر چنانچه این پیپولیتینگ فانکشنتون کوادراتیکه شیف فانکشنتون هم کوادراتیکه میتونیم اگر چنانچه بکنم یه جمله اینجا بگیم میگیسیم که خالی نرزشت باشیمش بگیم بوت فی ای ان ان ای شیر کامن ماتر ماتیکال استراتژی همین پرپولیتین فانکشن هم شیل فانکشن ها ساختار ریاضیشون یکیه لینیر لینیر کوادراتیک کوادراتیک کیوبیک کیوبیک خاصیت پنجمه خیلی خاصیت مهمیه پس اونو بر این میتونیم بگیم فیه ایکس و وای مساوی هست با سمیشن آی از یک تا سه این آی ای ایکس و وای و فیه آی ای اگر چی؟ ایکس و وای متعلق باشند با چی؟ صفر اگر چنانچه ایکس و وای متعلق به المان ای نباشند ما توی این مسائل دو بعدی رسیدیم قدم اول رو بگیم خدمتتون تو تجزیه دامنه مواصفاتی به المان‌های مثلثی قدم دوم که انتخاب تابع تقریب یا تخمینگر روی المان هست رو منطقش رو سعی کردیم باز بکنیم که چرا المان لینیر تراینگولار المنت صفر گرفت داره کوادراتیک تراینگولار المنت 6 به گرفت داره کیوبیک تراینگولار المنت چرا ده توی کنم چیز داره ببینیم سی یک ضریبش چقدر هست؟ یک خب سی دو ضریبش چی هست؟ اکس سی سه ضریبش چی هست؟ وای این سه دو جمله بعد سی چهار اکس دو هست سی پنج وای دوه سی شیش اکس و وای سی هفت اکس هست سی هشت وای سه
این علت این که در جمله در تان ابتدا باید داشته باشیم تا بتونیم بریم شیف فانکشن رو برای قوت کیوبیک الیمنت به دست بیاریم. از حوصله همیگه سپاسگزار هستم تا سباهی دیگر همیگه به خدا بسپارم.